بعضی ها هستن که اعتماد به نفسشون که کمه، اصلا نمیتونن نیازها و خواسته های خودشون رو بیان بکنن. مثلا توی دنبال یک آدرسی هستن، میخوان منزل کسی برن و روشون نمیشه که از کسی آدرس رو بپرسن، به خاطر اینکه میگن نمیخوایم که براش مزاحمت به وجود بیاد. یا اینکه اصلا اگر کسی اذیتشون میکنه نمیتونن اعتراض بکنن به اون فرد و سعی میکنن اون مسئله رو تحمل بکنن، انگار که از این پادری ها از همه میان و از روشون رد میشن و به نیازها و خواسته های اونها توجه نمیکنن. مثلا خونه همسایه سر و صداست، یا اینکه توی اداره دوستش اذیتش میکنه فرد، یا همسرش بهش توهین میکنه، جرأت این که بخواد خودش دفاع بکنه رو نداره. سومین خصوصیتی که افرادی که اعتماد به نفسشون پایینه دارن اینه که نگفتن بلد نیستن. مثلا دوستش میاد ازش یک وسیله ای میخواد، خودش هم لازم داره، ولی به هیچ وجه نمیتونه بهش بگه که من به این وسیله نیاز دارم و نمیتونم در اختیار شما قرار بدم. معمولا دوستان و فامیل این فرد هم از این مسئله آگاه هستن و از این خصوصیت این فرد سوء استفاده میکنن. و ویژگی چهارمی که این افراد دارن این هستش که اگه کسی ازشون تعریف میکنه نمیتونن این تعریف رو بپذیرن. مثلا اگه شما لباس خوشگلی پوشیدی، یکی بهت میگه که با چقدر زیبا شدی، برمیگردی میگی که نه بابا زیادم همچین جالب نیستم، زیادم خوشگل نشدم. انگار که تعریف و تمجید بر اونا حرامه و نمیتونن این مسئله رو بپذیرن. پنجمین ویژگی این هستش که وقتی که به شما دیگران حمله میکنن، از شما انتقاد میکنن، به شما زور میگن، نمیتونید از خودتون دفاع بکنید و قشنگ میشینید، دیگران میشورنتون رو میذارن کنار و روتون نمیشه، جرأت ندارید که از خودتون دفاع بکنید، همش برمیگردید میگید که ببخشید، معذرت میخوام، اشتباه کردم، و جرأت اینو ندارید که حرفتون رو بزنید. بعد از اینکه اون مسیر یا اون مکان رو ترک میکنید هی خودخوری میکنید که چرا این حرف رو بهش نزدم، چرا اینو نگفتم، چرا خودم دفاع نکردم. اینایی که بهتون گفتم ویژگی های افرادی هستش که اعتماد به نفسشون پایینه. بنابراین با مراجعه به این کتاب و مطالعه اون میتونید این ضعف اعتماد به نفس رو در خودتون از بین ببرید و فردی بشید که با اعتماد به نفس و خیلی راحت در مقابل خواسته های اشتباه دیگران نبگید و از بیماری راضی کردن دیگران خلاص بشید.